سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه فیلم سینمایی یا سریال یا تلفیلم یا حتی تئاتر برای این که بخواد پیام و مفهوم خودش رو برسونه، علاوه بر فیلمنامه یا نمایشنامه یا قصه در حالت کلی، به یک چیز دیگه ای هم احتیاج داره که ما بهش میگیم میزانسن. میزانسن یک کلمه فرانسوی الاصله و برای تئاتر بیشتر استفاده میشه و در قدیم به محلی که بازیگرها رفت آمد میکردن میگفتن میزانسن. اما در تعریف جدیدش تمام المانهایی که یک تئاتر رو میسازن ما بهش میگیم میزانسن. ما میزانسن نوری داریم، میزانسن چیدمان صحنه داریم، میزانسن رفتاری بازیگر داریم و میزانسن صدا داریم. در سینما تعریف خاصی برای میزانسن نداریم، اما هر آنچه که روبروی دوربین قرار داره ما بهش میگیم میزانسن، با یک تفاوت نسبت به تئاتر. در میزانسن سینمایی تدوین بازیگر نقش اصلی میزانسن هاست. تدوین رو برای این اصلا به وجود اومده بود چون دوربین های قدیمی، دوربین های احتمالا ابتدای ساخت دوربین های سینمایی، تعداد زیادی یا دقایق زیادی رو نمیتونستن فیلم برداری کنن. به خاطر همین راهش هایی که فیلم برداری میکردن رو کنار هم دیگه میذاشتن، به هم دیگه وصل میکردن و مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه فیلم از توش در میومد و به این قضیه میگفتن تدوین. بعدها خب مسلماً طبق خاصیت ذاتی هنر تغییراتی توش به وجود اومد، دخیل شد هنر تدوینگرا و کارگردانها و حتی تا اندازه فیلمنامه نویسها در تدوین و انواع متفاوتی از تدوین به وجود اومد. یک شاخه ای از تدوین که خیلی اهمیت داره به نظر من و خیلی مهمه، تدوین دیالکتیکیه. تدوین دیالکتیکی توی شوروی به وجود اومد، چیزی در حدود 1910 تا 1913، یعنی قبل از انقلاب بلشویکی ها که توی 1917 به وقوع پیوست. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که میگه من یک آیتمی یا یک پلان رو به شما نشون میدم، بدون هیچ ربطی یک پلان دیگه نشون میدم و از پس این دو پلان شما یک مفهومی داری برداشت میکنی. چند دلیل داشت. یکی اینکه سینما در ذات اصلی خودش عکسه و شما نیازی نیست توش قصه بگی و نیازمند قصه گفتن اصلا نیست. شما اگه بخوای قصه بگی باید بری رمان بخونی و چون در ذات خودش تصویره، من باید با تصویرها برای شما یک کانسپتی بسازم. نکته دوم اینکه ذهن بیننده باید درگیر باشه. به قول ارسطو قصه یا داستان مخدر روح، مخدر فهم مغز، پس از بین میبره و شما باید بیرون از فضای روایی باشین و تا بتونین کانسپت ذهنی کارگردان رو دریافت کنید. به این نوع تدوین میگن تدوین دیالکتیکی، یعنی یک تصویر به عنوان تز، یک تصویر دیگر به عنوان آنتیتز و سنتز در ذهن بیننده ساخته میشه. یک عاملی که دوست داشتم راجع به این قضیه صحبت کنیم، یک سکانس از سریال سوپرانوزه که دوست داشتم این رو بازش کنیم با هم دیگه تا هم بهتر بحث تدوین دیالکتیکی رو متوجه بشیم، هم این که ببینید چه کاربردی داره و در طول زمان چه تغییراتی توش به وجود اومده. عموما توی سینمای دنیا خصوصا فیلم های یک مقدار فاخرتر با قولای تارانتینو بدون این که بگند به شما نشون میدند و این تدوین های دیالکتیکی اینجاها تا به اندازه خودشو نشون میده. اینجا هشدار اسپویل میدم، ما قرار یک بخشی از داستان
سریال تونی سوپرانو، سوپرانوس یا خانواده سوپرانو ها رو اسپویل کنیم. اگر براتون مهمه و ندیدین ویدیو رو رد کنید، و اگر براتون مهم نیست و یا دیدین بریم که یک مقدار بحثمون رو بیشتر کنیم. خب امیدوارم تا اینجا با ما بوده باشین. در سریال سوپرانوز فیوریو که زیر دست تونی سوپرانوز هست، یک رابطه عاطفی در زیرلایه‌هایی با زن تونی سوپرانوز کارملا ایجاد میکنه. البته ناگفته نماند، این رابطه به سرانجام نمیرسه. ما توی این صحنه، توی این سکانس، البته درست درش میخواییم شکلگیری اون رابطه احساسی رو با کمک دوربین، یعنی این کانسپتی که در ذهن ما به عنوان بیننده داره ساخته میشه و کارگردان اینو داره به ما میده بدون اینکه بگه، و صرفا داره با قاب دوربینش، با پنجره‌ای که رو به داستان باز کرده به ما نشون میده. فیوریو خونه خریده، یک مهمونی گرفته و دوستانش رو برای این مهمونی دعوت کرده. موسیقیش هم موسیقی بی نظیری، اگر تونستیم موسیقی وسوویو رو اسم خانندش حالا یادم رفت، ولی داشته باشینش و استفاده کنین ازش. خب اینجا ما شروع میکنیم. کارملا و دختر تونی با فیوریو شروع میکنن رقصیدن. یک پلان از ستاشون، یک نما از ستاشون، تونی سوپرانوس که حواسش به اتفاق گویا نیست. دختر تونی میره و ما میمونیم با فیوریو و کارملا که احتمالا نفر سوم شیطان. از اینجا شروع میکنیم. تونی حواسش نیست، بحث کاریه، درگیر کارن. فیوریو و کارملا دارن با هم دیگه میرقصن. دخترشون یه چیزی متوجه شده، با نگاه ها ما میتونیم بفهمیم همراهی این دو نفر آدم با هم و نگاه ها. نگاه ها اینجا داره به ما میگه فیوریو، کارملا تز، کارملا تز، فیوریو آنتی تز. یک اتفاقی داره بین این دو نفر آدم میفته که نباید بیفته. زیر گوش چه کسی؟ زیر گوش تونی سوپرانو به عنوان گنگ ترین گنگستر نیویورک، بدون اینکه خبر داشته باشه. ما عشق کارملا رو میبینیم، عشق فیوریو رو میبینیم و سوپران تونی سوپرانوز هم میبینیم که در کجای قصه قرار گرفته. شما توی همین تدوین میتونید ساختار روابط اون آدم ها هم در نظر بگیرید، به عنوان یک میزانسن تصویری، به عنوان یک میزانسنی که روی پلان ها و روی نماها و روی شات ها سواره. شما میتونی از پس این قضیه به این باور برسی که انگار تونی سوپرانو خیلی با کارملا رابطه خوبی نداره و در عوض فیوریو انگار قراره از این به بعد رابطه بهتری داشته باشه. البته میگم این رابطه خوب به سرانجام نمیرسه و سریال اتفاقا به نظرم یکی از نقاط قوتش اینه که یه شکل دیگه ای پرداخت میکنه. دوست داشتم راجع به این قضیه صحبت کنیم. تدوین های دیالکتیکی در فیلم نامه هم هست. ما حتما یک برنامه راجع به خوشه های خشم از جان فورد میریم، از یک رمان بی‌نظیر جان اشتاینبک برداشته. البته خود فیلم هم واقعا بی‌نظیره و اونجا هم ما در بحث قصه و شخصیت پردازی یک سری دیالکتیکی بین آدم ها ایجاد میشه که
ما به یک نقطه میرسیم. مواظب خودتون باشین. داستان تموم شد. مواظب خودتون باشین خیلی، چون برای ما مهمه که شما حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.